فرزین ندیمی تلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن ما را همراهی می‌کنن. می‌پردازیم به این ابزارالات و تجهیزات نظامی که ارتش اسرائیل به دست آورده از کف دریا بعدتر آقای ندیمی، اما اول بپردازیم به موضوع بیمارستان‌ها. وضعیت بسیار فوق‌العاده پیش آمده، اسرائیل ادامه داره بر ادامه جنگ و خب غیر نظامیان بسیاری هم در داخل بیمارستان‌ها هستن. آیا اساساً فکر می‌کنید که اسرائیل بدون تخریب بیمارستان‌ها می‌تونه این جنگ رو پیش ببره؟ ببینید، مسئله اینجاست که آیا حماس اجازه میده که این بیمارستان ها تخلیه بشن یا خیر. من فکر میکنم پرسش اصلی اینه و به نظر من باید فشار روی حماس بیاد که در این مناطقی که بیمارستان هستن فعلا کنترل رو در دست داره و اجازه بده که این بیمارستان ها تخلیه بشن. من مطمئن هستم که اگر این بیمارستان ها اجازه تخلیه شدن پیدا بکنن و حماس از مقاومت در این ساختمون ها دست برداره، اسرائیل فرصت میکنه که هم به دلایل تاکتیکی خودش و هم به دلایل تبلیغاتی این بیماران رو تخلیه بکنه. حتی من فکر میکنم این شرایط رو مهیا بکنه که با هلیکوپتر این نوزادا به بیمارستان های داخل اسرائیل مثل بیمارستان هدسا منتقل بشن. ولی من فکر نمیکنم که این اجازه رو حماس بده، همونطور که تا حالا هم این کار نکرده. ما دیدیم ویدیوهایی رو که از داخل بیمارستان ها جنگجویان حماس با RPG-7 به سمت نیروهای اسرائیلی حمله میکنن و گفته شده و میدونیم که تأسیسات دفاعی دارن در زیر این بیمارستان ها، مراکز فرماندهی و کنترل و تونل های حماس در زیر این بیمارستان ها هست و به نظر میرسه که اونطور که ارتش اسرائیل گفته بیمارستان شفا، زیر بیمارستان شفا مرکز اصلی فرماندهی و کنترل حماس نه فقط در شمال غزه بلکه در کل باریکه غزه هستش و به خاطر این هستش که حماس داره به شدت از این منطقه دفاع میکنه. در غیر این صورت هیچ دلیلی وجود نداره که حماس به این شکل از یک بیمارستان دفاع بکنه، بیمارستانی که فقط تعداد بیمار اونجا هستن و این خودش نشون دهنده اینه که باید فشار روی حماس بیاد که اجازه بده این بیماران خارج بشن. من مطمئن هستم اگر این توافق حاصل بشه ارتش اسرائیل هم در این مورد همکاری خواهد کرد. آقای ندیمی، اجازه بدید سریع بپردازیم به موضوع تصاویری که ارتش اسرائیل منتشر کرده از پنهانسازی تجهیزات نظامی حماس در دریا. آیا این تصاویر به باور شما نشان دهنده مسیر اصلی انتقال تسلیحات به غزه است یا خیر در اونجا فقط پنهان شده بوده؟ نه خیر، من فکر میکنم این بقایای حملاتی هستش که جنگجویان حماس از 7 اکتبر و در روزها و هفته های بعد از اون سعی میکردن با استفاده از قایق‌های موتوری بادی به داخل اسرائیل حمله بکنن، نیروهای خودشون رو پیاده بکنن، نیروهایی که اونطور که در ویدیوها من میبینم مسلح بودن به انواع مواد منفجره، RPG-7 و گلوله های ترموباریک که کارش نفوذ کردن به داخل ساختمون ها و نابود کردن داخل ساختمون ها هست، بسیار کارآمد هستش. میتونه با یک برخورد ابری از سوخت داخل محیط بسته یه ساختمون به وجود بیاره و یک آتش زده اون رو منفجر میکنه و باعث میشه که یه ساختمون به طور کامل خراب بشه. بسیار ویرانگر هست علیه ساختمون ها و همینطور انواع سلاح‌های سبک، نارنجک ها که نشون میده که این جنگجویان در نظر داشتن با این قایق‌ها پیاده بشن در سواحل و در سواحلی که پر از اسرائیلی‌های غیر نظامیان اسرائیلی که در ساحل دارن آفتاب می‌گیرن و اونا رو بکشن. و مشخصه که هدف گرفتن تلفات زیاد بوده، ولی نیروی دریایی اسرائیل این قایق‌ها رو نابود کرده در 7 اکتبر و روزهای و هفته‌های بعد از اون و حالا این غواصان اسرائیلی برگشتن زیر آب و دارن بررسی می‌کنن تا این مواد منفجره رو از زیر آب بیرون بکشن و بی اثر بکنن.